کلوباری همکار ما در شرکت مدیریت سرمایه کیان و در مورد سامانه کدال ببینیم آخرین اطلاعات به چه ترتیبی هستش. سلام صبح بخیر مرتضی، خیلی ممنون با ما هستی. آخرین اطلاعات از سامانه کدال رو لطفاً به ما بگو، با شما هستی. سلام آقای تهرانی، صبح شما بخیر. یه اطلاعی خیلی مهمی که دیروز ما در مورد شستا بود که خب رفته بود کنفرانس شستایی که میدونیم از اون حوالی که تقریبا متبادل شد قیمتش دو برابر شد، خیلی جالب بود که خب ما فکر می‌کنیم شستای به اون بزرگی احتمالاً نتونه انقدر خوب رشد کنه، اما دیدیم که خیلی خوب هم رشد کرد. در مورد هکشتی برای چندمین بار پرسیده بودم و اتفاقا من دیدم که حتی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری متعددی در مورد تجدید ارزیابی هکشتی از شستا پرسیدن و شستا گفته که خب ما هیچ برنامه‌ای برای تجدید نداریم. میگیم برای چندمین باره که حالا موضوع هکشتی هم از خود هکشتی سوال شده، هم حالا از سهامدارش که شستا هست و رد شده و گفتن که برنامه نداریم. اما خب بعد ببینیم که واقعا آیا هکشتی رو همچنان بازار بهش اقبال داره و سعی میکنه بازم این عدد 4500 4400 که هکشتی داره بالاتر ببره یا نه. در مورد سایر دارایی‌های شستا سوال شده بود که بازم شستا گفته حتی برای اونها هم برنامه برای تجدید نداریم. نکته جالبی بود در مورد شرکت ملی نفتی سوال شده بود که شستا گفته بود که خب به دلیل اینکه حالا این شرکت تحریم هست و موضوعات تحریم هست خیلی صلاحی نیست که ما اطلاعاتی در موردش بدیم، که این نکته خیلی جالب بود برای خود من. اما در مورد ستاره خلیج فارس ازش سوال شده بود و گفته بود که در صورت توافق با سایر سهامداران عرضه میشه. ما داخل اون کنفرانس تاپیکو هم اگر خاطرتون باشه تاپیکو هم از عرض اولیه ستاره گفته بود و فکر میکنم ستاره خب یکی از عرض اولیه بزرگی باشه که ما داخل 99 داشته باشیم. اما این نکته جالب این بود که گفتن که آیا شستا بازم عرضه داره و شستا 19 تا شرکت اسم برده بود و گفته بود که ما هر 19 تا شرکت رو میخوایم داخل 99 عرضه کنیم و تو صف عرضه هستن، موضوعی که فکر کنم هم تو از سمت وزیر اقتصاد یا سمت رئیس جمهور هم مطرح شد که خب شستا باید تمام شرکت‌های زیر مجموعه‌اش رو عرضه کنه. این شرکت‌ها سایزشون هم از شرکت‌های خیلی کوچیک مثلا لبنیاتی بود تا شرکت‌های خیلی خیلی بزرگتری مثل کارگزاری ثبات امین، تامین سرمایه امین یا حتی رایتلی که فکر کنم یک بارم واگرش خوندیم زیانده، حتی دو سه سالی هست که همچنان زیانده و نتونسته به سود برسه و یا حتی پتروشیمی مروارید. ببینیم که حالا کدومی که این شرکت‌ها زودتر وارد بورس میشن، کدومی کهشون تو این صف جلوتر هست. تامین سرمایه امین رو من میدونم که فکر کنم جلوتر از بقیه باشه و داره کارهاش انجام میشه. اما دتوزی به عنوان شرکت پخشی که خب ما امروز هم بعد فکر کنم برنامه شمارش معکوس داریم با مصاحبه داریم با مدیر یکی از مدیرهای عامل شرکت‌های پخش، داخل کنفرانسش این نکته جالب گفته حاشیه سود ناخالص ما 10.7 مثلا. اونجوری که می‌دونیم شرکت‌های پخش یه عددی بین مثلا 9 تا 12 درصد همیشه حاشیه سود ناخالص دارن و اینو بیشتر به عنوان کارمزد کارهاشون میکشن روی اون محصولی که دارن پخش میکنن و با توجه به اون حالا بقیه هزینه ها و درآمد سود و خالصشون تعریف میشه. یه تحلیل خیلی ساده و راحتی دارن، یعنی کسایی که میخوان شرکت پخشی و سودشون رو تحلیل کنن احتمالا میتونن با این عددا بازی کنن و خیلی راحت ببینن که این سود شرکت پخشی چجوری تغییر میکنه. اما این نکته خیلی مهم این بود که قبشهر و قمار که همزمان اطلاعیه زدن و شفافسازی دادن که ما افزایش نرخ 14 درصدی روی روغن جامد و افزایش نرخ 12 درصدی روی روغن مایع گرفتیم و این افزایش نرخ بابت تغییر ارز 4200 نیست، این صرفا بابت افزایش هزینه های سربار و حالا بقیه هزینه های مثل حقوق دستمزد یا حتی مواد مصرفی هستش. یه نکته دقت که ما ایتانی الان دلار نیما نزدیک 16600 16500 هست و اینا همچنان دارن 4200 میگیرن، یعنی یه چیزی نزدیک به 4 برابر، یعنی دلار نیما در اون 4 برابر قیمت ایناست و اگر واقعا اینها بخوان همون قد افزایش نرخ بگیرن فکر کنم مثلا نرخ روغن تقریبا 3 4 برابر میشه تو جامعه. نمیدونم حالا واقعا دولت چه جوری میخواد این قضیه رو مدیریت کنه که روغن به عنوان یک کالای مصرفی اساسی مردم ناگهانی قیمتش 3 4 برابر نشه و خب یه هرج و مرجی هم پیش نیاد. یه مقداری هم میدونیم که خب قبشر اعلام کرد به عنوان بزرگترین تامین کننده روغن کشور 35% سهم داره، گفتش که من اصلا کارخونه رو بستم رفته و احتمالا مثلا باید یکی دو ماه آینده همچنان مشکل روغن داخل کشور داشته باشیم و از سمت عرضه به سمت مردم یه مقدار مشکل بخوریم. اما افق کوروشی که حالا این شرکت هم میخواد اون شرکت اویل فامیلی خودش که روغنی هست رو وارد بورس کنه، گزارش 98 و گزارش فصل بهارش اومد، گزارش 98ش جالبی بود که نزدیک 78 درصد رشد داشت نسبت به 97، تقریبا قابل پیش بینی بود. خب شرکتی که داره هی شعبش افزایش پیدا میکنه، تورم روی کالای مصرفی ما خیلی بالا بوده و طبیعی بود که اینقدر رشد سود داشته باشیم. اما نکته خیلی جالب‌تر در مورد گزارش فصل بهارش بود
که تقریبا با یه اختلاف خیلی خیلی زیادی نسبت به تخمین تحلیلگران بود و نکته این بود که خب اومده بود 270 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری شناسایی کرده بود. من البته سعی کردم بفهمم واقعا فروش سرمایه گذاری چی بوده، اما خب همونجوری که میدونیم گزارش های سیمان خیلی چون حسابرسی شده نیستش گزارش دقیقی نیست و خیلی هم اطلاعات با جزئیات کاملی نمیدن. اما خب فراموش نکنیم که حالا این سودی که اعلام کرده سود یک بار است. ما سود سال 98 افق به ازای هر سهم نزدیک 550 تومان بود و سود فصل بهارش یه چیزی نزدیک به 460 تومان بود. یعنی اینو نباید موضوع رو این موضوع نباید تحلیلگرا رو به این اشتباه بندازه که مثلا اگر فصل بهار 460 تومان ساخته احتمالاً مثلا به یه ضرب در 4 ساده فکر کنم مثلا 2000 تومان یا 1600 تومان برای سال کل برای کل سال 99 می‌سازه. علتش فقط فروش سرمایه‌گذاری بود و البته درآمد تبلیغاتی که به شدت افزایش پیدا کرده داخل افق کوروش. و آخرین آگهیمون در مورد جم هست که سر یه موضوعی که حالا اختلاف داشت در مورد تامین اتیلنش با پتروشیمی مهر نزدیک 872 میلیون دلار تونسته طلبش رو بگیره و این یه عدد خیلی بالاییه، نزدیک 240 تومن سود میشه به ازای هر سهم. سود سال 98 جم 274 تومن بود که 240 تومن تقسیم کردن و الان 240 تومن هم حالا طلب اومده دستش، احتمالاً بازار به این واکنش خیلی مثبتی بده و جم با یه عدد خیلی مثبتی باز بشه. خیلی ممنون مرتضی از اینکه امروز هم با ما بودیم و انشاءالله روزهای آینده هم از شما استفاده خواهیم کرد و خدا نگهدار. خب گفته کردم با آقای مرتضی کلهوری همکار ما در شرکت مدیریت سرمایه کیان و آخرین اطلاعات و سامانه کدال زمان